با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی توی این ویدیو به آموزش کامل سایت رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور میپردازیم هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن حتما شنیدین که قبل از انجام امور و مربوط به سفارت ایران باید اول به سامانه ی میخک یا وبسایت میخک مراجعه کنید و مدارک خودتون رو اونجا آپلود کنید تا بتونید کد رهگیری رو دریافت کنید و بعدش با استفاده از کد رهگیری به سفارت ایران در کشوری که زندگی میکنید مراجعه کنید سامانه میخک واسه ارائه خدمات مختلف مثل گذرنامه، امور سجلی، امور حمایت کنسولی و غذایی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و غیره در نظر گرفته شده که مراحلش با تشکیل پرونده به صورت آنلاین شروع میشه و در آخر هم باید مدارک لازم رو آپلود کنید. و تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که اگه جدید هستین، چنل ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. اول از همه با استفاده از مرورگرتون وارد سامانه میخک بشید که میتونید از مرورگر کروم استفاده کنید و یا از مرورگر سری بریو استفاده کنید که توضیحات مربوط به این مرورگر رو قبلا گذاشتم و اگه ویدیوش رو ندیدید میتونید روی لینکی که بالای صفحه داره نمایش میده کلیک کنید تا با نحوه نصب و استفاده این مرورگر آشنا بشید آدرس وبسایت میخک رو هم زیر همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن یا توضیحات گذاشتم و میتونید ازش استفاده کنید واسه ورود به سیستم روی این گزینه کلیک کنید و در صفحه جدیدی که باز میشه باید آدرس ایمیل و شماره کارت ملیتون را وارد کنید و بعد از وارد کردن کد تصویری رمز عبور یک بار مصرف را دریافت کنید تا بتونید وارد سیستم بشین ترجیحا بهتره که از ایمیل با پسوند جیمیل استفاده کنید چون طبق گفته خود وبسایت آدرس ایمیل های یاهو واسه دریافت رمز عبور یک بار مصرف ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه بعد از اینکه فرم رو پر کردین روی گزینه دریافت رمز عبور یک بار مصرف کلیک کنید تا وارد صفحه بعد بشید از طریق ایمیلی که وارد کردین یک کد شش رقمی براتون ارسال میشه که باید اون را اینجا وارد کنید و کد تصویری رو هم بزنید و این نکته رو یادتون باشه که اینجا یه شمارش معکوس داره و باید در کمتر از 5 دقیقه کدی که براتون ایمیل فرستادن رو وارد کنید حالا روی گزینه ورود به سامانه با رمز یک بار مصرف کلیک کنید توی صفحه جدیدی که باز میشه باید اطلاعات هویتی خودتون رو به صورت دقیق وارد کنید کادرهایی که رنگشون قرمز اجباری هستن و کادرهای خاکستری رنگ رو میتونید خالی بذارید بعد از اینکه اطلاعات هویتی رو وارد کردین پایین صفحه روی گزینه صفحه بعد کلیک کنید تا وارد فرم اطلاعات تکمیلی بشید توی فرم اطلاعات تک میلی اطلاعاتی مثل آدرس محل زندگی و محل اقامت شماره تلفن و ایمیل رو وارد میکنید و بعدش روی گزینه صفحه بعد کلیک کنید در بخش تایید نهایی اطلاعاتی که وارد کردید رو بررسی کنید و اگه تمامی اطلاعات درست بود کد امنیتی تصویری پایین صفحه رو وارد کنید و گزینه ثبت اطلاعات رو بزنید بعدش یک کادر تاییدیه رو نمایش میده که باید صحت اطلاعاتتون رو تایید کنید حالا ثبت نام آنلاین رو انجام دادید و باید بین خدمات کنسولی گزینه مورد نظرتون رو انتخاب کنید که توی این ویدیو امور مربوط به تمدید گذرنامه یا پاسپورت رو واسه آموزش در نظر گرفتیم. بعد از انتخاب امور گذرنامه، درخواست مورد نظرتون رو انتخاب کنید تا وارد صفحه بعد بشید. اینجا میتونید فرم درخواست صدور گذرنامه رو به صورت آنلاین تکمیل کنید که درخواست دهنده میتونه واسه خودش یا واسه فرزند زیر 18 سال توسط پدر، جد پدری و یا قیم قانونی انجام بده. قبل از شروع یادتون باشه که مدارک لازم رو اسکن کنید و روی سیستمتون داشته باشین و روی گزینه صفحه بعد کلیک کنید. توی فرم درخواست باید نمایندگی یا سفارت مورد نظرتون رو انتخاب کنین مثلا کسانی که توی امارات زندگی میکنن باید بین سفارت ایران در دبی و سفارت ایران در ابوظبی یکی رو انتخاب کنن و واسه تکمیل درخواست هم به همون شعبه مراجعه کنن بعد از اینکه اسم و مشخصات رو وارد کردین آخرین مرز خروج رو باید مشخص کنین مثلا از کدوم شهر از ایران خارج شدین و خروجتون از مرز زمینی هوایی و یا دریایی بوده همچنین آخرین تاریخ خروجتون از ایران رو باید مشخص کنین بعد از تکمیل فرم روی گزینه صفحه بعد کلیک کنین در بخش ثبت مدارک اکثر مدارک رو باید اجباری آپلود کنین که با رنگ قرمز مشخص شدن این نکته هم بگم که حجم عکس نباید بیشتر از 300 کیلوبایت باشه وگرنه نمیشه اینجا آپلودش کرد یه راه حل ساده واسه کاهش حجم عکس و مدارک اینه که با استفاده از یه گوشی دیگه عکس مدارک رو آماده کنید و از طریق واتساپ روی این گوشی یا سیستمتون بفرستید یکی از قابلیت های واتساپ اینه که حجم عکس ارسالی رو به صورت قابل توجهی برای گیرنده کاهش میده تا تبادل اطلاعات سریعتر انجام بشه اگه با استفاده از این روش بازم حجم عکس بیشتر از 300 کیلوبایت بود میتونید از اپلیکیشن ادیت عکس پیکسلر استفاده کنید لینک دانلود این اپلیکیشن رو هم براتون توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات زیر همین ویدیو گذاشتم و میتونید هم روی سیستم عامل های اندروید و هم آی به راحتی نصب و اجرا کنید کار کردن با این اپلیکیشن هم خیلی ساده است فقط کافی از صفحه اصلی نرم افزار روی این گزینه کلیک کنید و از گالری گوشیتون عکس مورد نظرتون رو انتخاب کنید وقتی عکس دلخواهتون رو توی محیط نرم افزار باز کردین فقط کافیه گزینه دان بالای صفحه سمت راست رو بزنید بعدش از کادر این صفحه سیو ایمیج رو بزنید و از کادر جدیدی که باز میشه اولین گزینه رو انتخاب کنید و بعدش روی گزینه اوکی کلیک کنید تا عکس توی گالری ذخیره بشه حالا تمامی مدارک لازم رو توی این صفحه آپلود کنید و گزینه صفحه ی بعد رو بزنید توی فرم اطلاعات سوابق شخص باید اطلاعات خودتون رو تکمیل کنید که با استفاده از این سه گزینه میتونید فرم مربوطه رو پیدا و تکمیل کنید بعضی از اطلاعاتتون به صورت خودکار ثبت شدن اما ترجیحاً بهتره که هر کدوم از این سه بخش رو به صورت مجزا تکمیل کنید بعد از تکمیل هر بخش این مربوط به خودش پر رنگ میشه که یعنی اطلاعاتتون ثبت شده و مشکلی نداره حالا روی گزینه صفحه بعد کلیک کنید توی فرم ثبت نهایی درخواست تمامی اطلاعاتی که آپلود کردین رو نمایش میده که میتونید بررسی کنید و اگه مشکلی داره برطرف کنید بعد از بررسی نهایی باید کد امنیتی تصویری پایین صفحه رو وارد کنید و روی گزینه ثبت نهایی کلیک کنید توی این کادر هم تایید کرده که درخواستتون با موفقیت ثبت شده و میتونید با کلیک کردن روی این گزینه رسید دریافت کنید کد رهگیری هم براتون ارسال شده و میتونید ایمیلی که واسه ثبت نام استفاده کردید رو باز کنید تا کد رهگیری رو دانلود و پرینت کنید واسه تکمیل مراحل هم با استفاده از این کد رهگیری باید به شعبه سفارتی که تعیین کردید مراجعه کنید و امور مربوطه رو انجام بدید فراموش نکنید که تمامی مدارک اصلی و کپی رو همراهتون داشته باشید تا با مشکلی مواجه نشید مرسی از اینکه با ما همراه بودید اگر از این ویدیو خوشتون اومده لایک رو بزنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید در آخر دو ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که از نظر محتوا مشابه همین ویدیو هستند تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا